آقای اسکوچیچ، از کادرشون واقعا تشکر کنیم، با اینکه خیلی ناجوانمردانه ایشونو گذاشتیم کنار. الان بحث اخلاقی تو این کنفرانس خیلی مطرح بود، همش حرف از اخلاق بود، ولی ما بی اخلاقی را واقعا دیدیم. و وقتی که یک تیم مربی داره، اصلا دور از شأنه که بریم با کسی دیگه صحبت کنیم. قطعا هر فدراسیونی، هر مدیری که میاد میتونه در رابطه با مربی تصمیم بگیره، ولی خیلی جوانمردانه، خیلی با اخلاق میتونیم بیان با این مربی بشینیم صحبت کنیم، باش قطع همکاری کنیم و خیلی راحت بذارمش کنار. و وقتی که من خب تو این دو روزی که داشتن در رابطه ایشون تصمیم میگرفتم، خب با هم توی کمپ تیمای ملی بودیم و به من میگه وقتی که خیلی راحت میتونن منو بذارن کنار، ولی وقتی که به من پیشنهاد تیم ملی امید میدن، یه جور توهینه به من. من اینو میخوام بگم که وقتی که اینم باز یکی از این بی اخلاقی هست آقای میساقی. اگه ما آقای مهدوی کیا رو داریم، یکی از بازیکنهای بزرگ کشوره، اگه این مربی، سرمربی تیم ملی امیده، با اینکه قراردادش تموم شده، ولی خیلی بهتره بشیریم باهاش صحبت کنیم، یا ادامه میدیم یا قطع همکاری میکنیم، بعد میایم به کس دیگه بهش پیشنهاد میدیم. بعد اینم به کسی که تیم ما رو با سخت ترین جایی که ما بودیم، ما رو اوورد تو جام جهانی و بهش این پیشنهاد خیلی بد رو میدیم و توقع داریم که ایشون واقعا چشش پر اشک شد به من وقتی این حرف رو میزد، میگفت کاش من همینجوری بذارن کنار، اینجوری به من پیشنهاد ندن. و این خیلی کار پسندیده نیست، کار اخلاقی نیست. الان ما تو کشوری هستیم که دایه اخلاق داریم ما دیگه، ولی واقعا بی اخلاقی رو شما میبینید تو تمام سطوح، میبینید داره توی ورزش هم. وقتی که ما الان تو بیرون هستیم، مردم، چون ورزش و فوتبال یه جاییه که مردم همه رصد میکنن، رسانه ها خیلی زیادن، مردم از ما یه جور بی‌اعتمادی دیدن، گفتن چجور شده که مثلا آقای تاج شده رئیس فدراسیون. من احترام میذارم به شخص حقیقیشون، احتمالا تو بحث حقوقی، من اینو میگم که اگه مشکلی ندارن، اب نداره بیان بگن چرا مثلا یه عده‌ای میگن مشکل داره، یه عده‌ای میگن مشکل نداره. و اینی که صحبت میشه و مردم الان تو تعارضن که یه بی‌اعتمادی بین مردم به وجود اومده، چه اتفاق افتاده؟ خیلی شفاف بیان بگن. اگه مجلس شورای اسلامی میاد میگه و کمیته بدوی نمیگه، پس چه تعارضی هست؟ اگه 5 نفر هستن تو کمیته بدوی، 3 نفر میگن آره، 2 نفر میگن نه. اگه قوانین، قانونمون یه جوری نیست که همه باید تبعیت کنیم، بعد چه قدرتی پشت قانون هست که زورش بیشتر از قانونه؟ این خیلی بده، یعنی آسیب میرسه به کشور. فوتبال جاییه که الان ما جام جهانی داریم، همه کشور بسیج شدن که فوتبال بره بالا. بعد تو این سطح که وقتی که بازیکن میاد در ارتباط با سرمربی تیم، در ارتباط با رئیس فدراسیون، در ارتباط با مجلس شورای اسلامی نظر میده، استوری میذاره، این واقعا مشکل. شما دیدید که بزرگای فوتبال ما هم، آقای روشن، آقای پروین، آقای مهاجرانی، خب اینا توی این مملکت دارای تجربه هستند و وقتی که میان در این رابطه صحبت میکنن که بازیکن بیاد تصمیم گیری در این رابطه کنه، خب باید ببینیم این بازیکن ها رو کی تحریک کرده. خیلی شفاف باید بیایم توی این مسئله، کی تحریک کرده که بیاد به نماینده ما بگه آقا شما برو دنبال کارت. خب اگه ما فوتبالمون، آقا میساقی، تمام این رئیس فدراسیون ها از دولت میان پول میگیرن، همشون، از آقای ماجدی که بود، آقای عزیزی خادم، آقای تاج، آقای که، همش دولت داره پول میده.